چرا رنگ تابلوی نقاشای حرفه‌ای با رنگ تابلوی شما خیلی متفاوته؟ سلام، من الهه میرافزل هستم و اومدم باهاتون در مورد درخشندگی رنگ‌ها صحبت کنم. همون ترفند ویژه‌ای که بهتون گفتم اگه بلد باشید میتونید تابلوهاتون رو مثل یه نقاش حرفه‌ای بکشید. خب درخشندگی رنگ‌ها یعنی چی؟ کلا رنگ‌ها از نظر درخشندگی به 4 دسته تقسیم میشن. یا شفاف یعنی ترانسپرنت هستن، یا مات، یا نیمه شفافن، یا نیمه مات. این مفهوم شفاف و مات بودن رنگ ها یعنی اینکه مثلا وقتی میگیم رنگی شفافه یعنی خاصیت درخشندگی فوق العاده بالایی داره ولی خاصیت پوشانندگی نداره، و وقتی میگیم یه رنگی ماته یعنی خاصیت پوشانندگی فوق العاده بالایی داره ولی خاصیت درخشندگی نداره. زمانی که شروع به کار نقاشی میکنیم و لایه‌های اولیه نقاشیمونو میکشیم، خیلی دونستن شفاف یا مات بودن رنگ‌ها بهمون کمک نمیکنه. چون وقتی رنگ‌ها رو با هم ترکیب میکنیم، خاصیتشون رو از دست میدن و اون کسی که قوی‌تر خاصیتش رو میگیره. توی رنگ‌ها اون رنگ ترانسپرنت یعنی شفاف خاصیتش رو از دست میده و تبدیل میشه به رنگ مات. مثلا وقتی یه رنگ مات و رنگ شفاف رو با هم مخلوط میکنیم، اون خاصیت شفاف بودن رنگ از بین میره و به مات تبدیل میشه. خب حالا با مفهومش آشنا شدیم، چه شکلی بفهمیم یه رنگی شفافه یا مات، یا اینکه نیمه شفافه یا نیمه مات؟ دونستن این مطلب کافیه که زمانی که دارید رنگتون رو میخرید به روی تیوب رنگتون توجه کنید. البته بعضی از برندها هستن که این اطلاعات رو روی تیوبشون نمیذارن، ولی بازم من یه ترفند بهتون یاد میدم تا متوجه بشید زمانی که دارید از رنگتون استفاده میکنید این رنگتون رنگ ترانسپرنت هست یا رنگ ماته. زمانی که یه رنگ رو میخرید، پشت رنگ یه مربع مشکی هست که اگه این مربع مشکی توپر باشه یعنی رنگتون ماته، و اگه این مربع مشکی تو خالی باشه یعنی رنگتون شفاف یا ترانسپرنته. اگه این مربع مشکی توپرتون نصفش رنگ شده باشه یعنی نصف از مربع رنگ شده باشه یعنی رنگتون نیمه ماته، و در صورتی که این مربع تو خالیتون یه خط روی قطر این مربع کشیده شده باشه یعنی رنگتون نیمه شفافه. ولی بعضی از برندها این اطلاعات پشت تیوب رنگشون نمیذارن. تو اون زمانی که خریداری میکنید رنگو، موقعی که میخواد نقاشیتون رو بکشید، میتونید خیلی راحت متوجه بشید که رنگتون ترانسپرنت هست یا نه. کافیه یه کاغذ تیره رو کنار دستتون بذارید و با استفاده از قلم اون رنگ رو اون کاغذ بکشید، در صورتی که اون رنگ باعث شد که اون رنگ زیری دیده نشه و پوشانندگی بالایی داشت، رنگتون رنگ ماته، و در صورتی که رنگ زیری رو نشون داد ولی درخشندگی زیاد بود، اون رنگتون یعنی رنگ شفافه. زمانی که رنگ‌های شفاف و مات رو تو اول کار تو مرحله اولیه نقاشی با هم مخلوط می‌کنیم، رنگ‌های شفافمون خاصیتشون رو از دست میدن و تبدیل میشن به رنگ مات. مثلا رنگ سفید تیتانیوم وایت یه رنگ ماته که اگه توجه کنید این مربعش مربع توپر مشکی. اگه این رنگ رو با رنگ ساب گرین که یه رنگ ترانسپرنت و شفاف است مخلوط کنیم، رنگ ساب گرینمون خاصیت درخشندگیشو از دست میده و تبدیل میشه به رنگ مات. یعنی چی؟ یعنی پوشانندگی بسیار بالایی پیدا میکنه. پس زمانی که بخوایم رنگ‌های ترانسپرنتمون پوشانندگی داشته باشه، اونا رو با رنگ‌های مات مخلوط می‌کنیم. تو ابتدای کارمون چون خیلی رنگ‌ها رو با هم مخلوط می‌کنیم که آستر کارمون رو بزنیم، خیلی نیاز نیست در مورد شفافیت و مات بودن رنگ‌ها اطلاعات داشته باشیم. ولی برای لایه‌های بعدی که می‌خوایم به کارمون حجم بدیم و زیبایی و زنده بودن کارمون رو مشخص کنیم، دونستن این اطلاعات خیلی به ما کمک می‌کنه.
مثلا رنگ‌های مات رو تو لایه‌های زیرین به کار می‌بریم، ولی اگه روی لایه‌های روی کار از رنگ‌های مات استفاده کنیم، تمام کارهایی که زیر کار انجام دادیم از بین میره و آخرین رنگی که گذاشتیم که رنگ ماتمون هست فقط خودشو نشون میده. واسه همین توی تکنیک گلیز از رنگ‌های ترانسپرنت یا شفاف استفاده می‌کنن. چرا؟ چون می‌خوان لایه‌های زیرین کارشون مشخص بشه. در مورد تکنیک گلیز توی آموزش دیگه به صورت مفصل براتون توضیح میدم که چه شکلی با استفاده از رنگ‌ها تکنیک گلیز رو روی کارامون استفاده کنیم. ولی رنگ‌های ترانسپرنت رو روی کار استفاده می‌کنیم چون باعث میشه که جلا و تراوت و درخشندگی کارمون خیلی زیاد بشه و رنگ‌هامون زنده بشن. همون تکنیکی که خیلی از نقاشا ازش استفاده می‌کنن ولی شما ازش بی‌خبرید. این کار باعث میشه تا تابلوتون یه حس خیلی خوبی توش داشته باشه و حس زندگی و زنده بودن توی تابلوتون نمایان بشه. در مورد رنگ‌های ترانسپرنت یا همون شفاف و مات، خیلی از رنگ‌ها ذاتاً رنگ‌های مات هستن، مثل تیتانیوم وایت یا مثلا یلو لیمون. اینا رنگ‌هایی هستن که به صورت ذاتی رنگ‌های ماتی هستن و یه سری از رنگ‌ها هستن که رنگ‌های ترانسپرنت یا شفاف هستن، مثل قرمز آلیزارین یا آبی اولترامارین. اینا رنگ هایی هستن که به صورت ذاتی رنگ های ترانسپرنت یا شفاف هستن، ولی باز هم با توجه به برند های مختلف این رنگ ها از نظر شفافیت و مات یکم با هم متفاوتن، چون از پیگمنت های مختلفی تو کارخونه های مختلف استفاده میشه. ولی در کل یه سری رنگ ها ذاتن مات و یه سری رنگ ها ذاتن شفاف یا ترانسپرنت هستن. باز هم اگه خواستید اطلاعات در مورد شفاف یا مات بودن رنگ ها داشته باشید، موقعی که دارید نقاشی میکشید از تکنیک من حتما استفاده کنید. خیلی بهتون کمک میکنه و وقتی از رنگ های ترانسپرنت روی کارتون استفاده میکنید، درخشندگی کارتون رو دو برابر کنید.